بر شما. جامعه مدنی رو شروع میکنیم با آقای کیوان رفیعی، مسئول امور هماهنگی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران. این هفته مجموعه فعالان حقوق بشر. جمال حسینی مسئول، الان دیگه باید گفت پیشین هماهنگی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جسدش در اتاق کارش در ترکیه پیدا شد. ایشون از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر، یکی از کلیدترین نیروهای ما بودند و که هم مسئول هماهنگی مجموعه بودند و هم عرض کنم خدمتتون که سردبیر خبرگزاری هرانا بودند. زحمات به قولی بی‌شائبه‌ای داشتن، ایشون با صورت کامل زندگی شخصیشون رو وقف مسئله حقوق بشر در ایران کرده بودند. خب همونطور که میدونید 5 آگوست پلیس پیکر ایشون رو در منزل شخصیش پیدا کرد و این موضوع و اینکه به حال مرگی که به حال خود داستان اون شهر مرگ مشکوکی ندونسته بود، خب در دست بررسی هستش. تشکل مجموعه فعالان هم که خب طی بیانیه اعلام کرد که به حال منتظر وای میشه تا این اصلا تحقیق در طرف پلیس و مجاری قانونی به پایان برسه و روی نتیجه تحقیقات اونا بتونه موضع‌گیری بکنه، ولی تا اون موقع ما فقط روی اصلا روی نامه که دادستانی شهر نوشهری ترکیه در 5 آگوست صادر کرد و اینو یک مرگ مشکوک خوند، ما روی موضع هستیم. به هیچ عنوان هیچ کسی یا نهادی یا جایی ما متهم به هیچ مسئله نمی‌کنیم و هیچ اظهار نظری نداریم تا اون تاریخ که اصلا جواب اصلا تحقیقات پزشکی پلیسی و اطلاعاتی دولت ترکیه سلام مشخص بشه. اما مجموعه فعالان حقوق بشر چجوری شکل گرفت؟ یه عده جوانایی که اوایل دهه 80 از زندان عقیدتی و سیاسی در واقع آزاد شده بودن، سال 84 اینا تونستن با دور هم جمع شدن این تشکل شکل بدن، با انتشار یک بیانیه اعلام موجودیت میکنن و تمرکز فعالیت مجموعه فعالان حقوق بشر رو میذارن روی زندانیان عقیدتی. الان ما در حال حاضر یک خبرگزاری داریم که خبرگزاری هرانا است که این ارگان خبری تشکل ماست که به دو زبان فارسی و انگلیسی ما گزارشگری نقض حقوق بشر میکنیم. این گزارشگری هم گزارشاتی شامل میشه که ما استخراج میکنیم، هم گزارشاتی که گردآوری میکنیم از منابع دیگه که ما منبعش نیستیم. یک بخش دیگه مرکز آمار ماست. این مرکز آمار تمام گزارشات روزمره که از نقض حقوق بشر در ایران منتشر میشه، اسامی تعداد و آمارها، هر چیزی که هستش، اسامی بازداشت‌ها، اعدام شده‌ها، آمارهای نقض حقوق بشر، تمام اینها ما در هر روز اینا رو آنالیز میکنیم و وارد دیتابیس میکنیم. به عنوان مرکز آمار ما اینو میشناسیمش. بخش دیگه که هستش بخش کمیته مقابل کنینگ میشیم، کمیته رکن 4، کمیته مقابل با سانسور و فیلترینگ که بیشتر در زمینه سانسور و فیلترینگ اینترنتی کار میکنه. ما خب ارائه خدمات وی پی ام، پروکسی های رایگان و آموزش‌هایی که به حال کمک می‌کنه به اینکه مردم بتونن همین که از فیصد فیلترینگ و سانسور عبور بکنن، همین که بتونن در اینترنت فعالیت امن داشته باشن، که خب ما این خدمات رو هم ارائه می‌کنیم. یک بخش دیگه ماهنامه خط صلح که این یک ماهنامه تخصصی در زمینه حقوق بشره که فقط که به حال بیشتر کار تئوریک انجام میده و یک محلی هستش برای تجمع افرادی که به حال به کار تئوریک در زمینه حقوق بشر علاقه دارن. مرکز مطالعات و کتابخانه هرانا هستش که ما خودمون خب تألیف و انتشار کتاب داریم و بعضن کتاب‌های آموزشی است، بعضن کتابایی هستش که بر اساس تحقیقات میدانی ما شکل میگیره، مثلا از بازداشتگاه تا بازداشتگاه که من یک تحقیق در مورد بازداشتگاه مخفی بود، یا پشت پرده امنیت اجتماعی که یک تحقیق در مورد مسئله طرح‌های کهریزه که مقابل با اصلان چیزی که خودشون اراذل اوباش اعلام می‌کردن. به حال یه سری تألیفات این شکلی ما داشتیم. یه سری هم خب تألیفات دیگران است ما گردآوری می‌کنیم به عنوان مرکز مطالعه و کتابخانه هرانا که هستش. ما خب کمپین نجات فرزاد کمانگر به عنوان یکی از هم فعال حقوق بشر، هم یکی از اعضای خود مجموعه، خب مدیریت می‌کنیم که الان بعد از به حال مسئله اعدام ایشون خب تبدیلش کردن به یادمان فرزاد کمانگر. چرا فعالیت‌های مجموعه فعالان حقوق بشر مخفی است نه علنی؟ این پرسشی است که به ویژه درباره مجموعه فعالان حقوق بشر مطرح است. یک سازمان حقوق بشری چرا باید فعالیت مخفی داشته باشه؟ اینطور نیستش. ما از اول همچین تصمیمی نگرفتیم. حداقل ما از سال تا قبل از سال 88 یکی از علنی ترین سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران بودیم. ما نزدیک 30 تا از مسئولینمون رو که در داخل ایران فعالیت می‌کردن با عکس و اسم و مشخصات و همه اینها ما روی سایت گذاشتیم و معرفی کردیم.
منتها خب وقتی که دستگاه امنیتی شروع کرد به قول قل و قمع جامعه مدنی و بلتب، ما یعنی تشکل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نمیتونستیم به تناسب اون شرایط خب به اون وضع ادامه بدیم، چون ما به حال هر کسی رو حتی معرفی هم نمیکردیم، سیستم امنیتی در صدد بازداشت و برخورد برمیومد. خب به حال در این همچین شرایطی ما مجبور بودیم که به تناسب شرایط تغییراتی در سیستم کاری خودمون ایجاد بکنیم، کما اینکه آخرین جنبندی ما در همین ماهای اخیر بود که ما میتونیم به حال حداقل یه بازنگری در این مسئله بکنیم و حتی ماهای قبل در این جنبندی آخرمون این بود و تصمیم داشتیم که یه سری اطلاعات رو مثل بورد مشاوران و یه سری نیروهای اجرایی رو مجدد معرفی بکنیم که به حال مسئله که برای زندانیان حسینی پیش اومد به حال یه خوری اینو اختلال ایجاد کرده، ولی من فکر می‌کنم ما در ماه آینده بتونیم مثلا یک برگردیم حداقل نه به شرایط قبل از سال 88، ولی حداقل به معرفی یک سری نیروها و بازگشت به اون مثلا فعالیت حداقل نیمه علنی. چه فرقی کرده شرایط برای مجموعه فعالان حقوق بشر که 4 سال پیش فعالیتاش مخفی بود و حالا میخواد در واقع برگرده به فعالیت علنی دفاع از حقوق بشر؟ نه، این شرایط تغییر در شرایط منظور تغییر در شرایط سیاسی ایران منظور نیستش. این تغییر در مورد خود مجموعه شکل گرفته. ما تونستیم خودمون رو به حال با توجه به تغییر شرایطی که از 4 سال قبل ما تحمیل شده الان میتونیم بگیم که خودمون رو وقف بدیم و این معرفی نیروهای شامل نیروهایی نمیشه که ما آسیب پذیر باشن، یعنی اینها نیروهایی هستن که به حال عمدتا در خارج کشور به سر میبرن و آسیب پذیری کمتری دارن. ما نمیتونیم مثلا برگردیم به سال قبل از سال 88 و نیروهای داخل کشورمون رو معرفی بکنیم به خاطر اینکه تبعاتش معلومه چیه، ولی بیشتر منظور اینه که از تغییر شرایط خود تشکل ماست و تطبیق ما با شرایطی که به ما تحمیل شده از سمت دستگاه امنیتی و زیست در اون شرایط امنیتی. تشکل ما در هیچ زمانی وابستگی سیاسی به هیچ گروهی، دولتی، نهادی نداشتیم. هیچ وقت از هیچ گروه سیاسی ما کمک مالی دریافت نکردیم یا هیچ کمک تشکیلاتی دریافت نکردیم و کاملا مستقل و خودجوش بودیم توی مثال. و این چیزهایی که گفته میشه بعضا تبلیغات دستگاه امنیتی که خب نباید باور کرد و تجربه ما و مثلا سابقه این 10 سال کار ما تقریبا در کار ما به خوبی مسائل رو نشون میده. خب مجموعه فعالان حقوق بشر بنا به وضعیتی که به اعضاش تحمیل شده، عده‌شون ناگزیر از کشور خارج شدن و در واقع یه بخش علنی داره که در خارج از کشور فعالیت میکنه و یک بخش مخفی که در داخل. یه همچین تشکیلاتی قاعدتا فقط میتونه افشاگری کنه، نه اینکه علنا وارد دستگاه قضایی بشه، با مقامات حرف بزنه و وکیل بفرسته برای دفاع از این و اون متهم. برای مثال با توجه به تغییراتی که ما داشتیم در حال حاضر ما رو 5 تا محور فعالیت میکنیم. محور اول ما همون که شما فرمودید مسئله گزارشگری از نقض حقوق بشر در ایرانه که این گزارشگری به هدف حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر انجام میشه که ما توسط خبرگزاری هرانا که اولین خبرگزاری تخصص حقوق بشر ایران است انجام میدیم و من میتونم بهتون به لحاظ آماری هم بگم که در سال گذشته ما به فقط ارگانهای خبری ما به تنهایی 45% مثلا گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران رو تونستن داشته باشن. غیر از مسئله گزارشگری ما در 4 محور دیگه هم فعال هستیم. یک محور آموزشه. ما الان ببین مثلا ماهنامه خط صلح رو داریم و روزنامه هرانا رو کار میکنیم و به حال کارگاه آموزشی که بعضا برگزار میکنیم. به حال ما در زمین آموزش به این شکل تلاش می‌کنیم. در ایران ما به حال کار شبنامه و به حال آموزش‌های خیلی ساده که بعضا بهش میگیم آموزش دیواری حتی، اینها رو ما داریم. یعنی به غیر از گزارشگری ما بحث آموزش رو داریم. بحث خدمات حقوقی هستش. خب در قبل از سال 88 ما خدمات حقوقی داخل کشور رو هم خیلی علنی داشتیم انجام میدادیم با همکاری وکلای داوطلب، ولی از الان چون که خود وکلام دیگه امنیت ندارن ما تا یه حدی این خدمات حقوقی رو هنوز میتونیم انجام بدیم، ولی خب به حال با اصلاً در نظر گرفتن شرایط امنیتی و ولی در خارج کشور سعی می‌کنیم که روی مسئله پناهنده به قولی کمک بکنیم. ظرفیت تخصصی ما نیست مسئله پناهنده، ولی به هر حال در حد ممکن سعی می‌کنیم توی مسئله با کمک وکلا که هستن فعالیت بکنیم. به غیر از مسئله حقوق ظرفیت ما بهش میگیم ظرفیت بین‌المللی که حضور ما در عرض کنم خدمتتون که صحنه بین‌الملل هستش که بتونیم از این ظرفیت کمک استفاده بکنیم به نفع وضعیت حقوق بشر در ایران. در ائتلاف جهانی علیه اعدام الان عضویت داریم و در هر فضایی که در خارج کشور برای ما قابل استفاده باشه با حضور خودمون سعی می‌کنیم از اون فضا استفاده بکنیم. و آخرین محورم که خدمتتون عرض کردم محور ما بهش میگیم محور اجرایی، که محور اجرایی تمام کارهایی رو شامل میشه که بر اساس استراتژی ما، یعنی هزینه‌مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقض حقوق بشر،
ما توی این مسئله تلاش میکنیم، مثل مثلا برگزاری آکسیون، برگزاری تجمع، یا مثلا پخش تراک، شبنامه، سی دی و هر کاری که اسکار، حتی مثلا ما برنامه کوهنوردی داشتیم در حمایت از مثلا قربانیان نقض حقوق بشر و زندان سیاسی. یعنی هر کار اجرایی که بتونه به این مسئله کمک بکنه به مثلا هزینه مند کردن نقض حقوق بشر. بنابراین ما الان روی این 5 تا محوری که خدمتتون عرض کردم در حال فعالیت هستیم. یکی از ویژگی های کار مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش هایی است که از داخل زندان ها میده و گاه انتشار صدای زندانیان یا ویدیوهایی که از داخل زندان منتشر میکنه. برای مثال یه ویدیو رو ببینید، بخشیش رو لااقل که هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر کرده است، از همین 26 مرداد، شورشی که در بخشی از زندان قزل‌حصار روی داد در اعتراض به اعدامهایی که داشت صورت میگرفت. امروز 26 مرداد خواستن اعدامی ببرن ابراهیم زیرک به خاطر شورش کردن، قاسم سناتور واحد دو قزل‌حصار اعدامی هاست. چه داری؟ من 3 تا دارم. بشارم اعدامی ها رو میبرن. منه که دارم میبرم، پدر 3 تا بچم، دختر دمه وقت دارم، مرتکب کاری هم نشدم، برای اینا میگم باید بمیریم. اسلام ابیه فامیلیم هم زیرکه، یه نفر تو 10 نفر میتونم تو روشون بایستم. مردن غیرت دارن، رفیقام نمیذارن دیگه کسی رو بکشن. نمیذارم کسی دیگه بمیره داشت، من خودم بازی رو میخوام برم، برای کسی دیگه نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی پشتم مثل دیوار. بله، یه سری ویدیوهایی که مجموعه فعالان تهیه کرده و میتونید توی آدرسی که پایین تصویر میبینید الان اگه به اینترنت دسترسی دارین این ویدیوها رو نگاه کنین. اینها ویدیوهایی است که در طول فعالیت چند سال گذشته مجموعه فعالان حقوق بشر توانسته است از داخل زندان تهیه بکنه و به هر حال به کار فعالان حقوق بشر خیلی میاد. به این مرحله از کار مستند چگونه تونسته مجموعه فعالان حقوق بشر برسه؟ خب این تشکل دلیل این که میتونه به گزارشگری رو، گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران رو هم به دست اول انجام بده و در همین که به صورت به قولی عمقی انجام بده و بعضا از داخل زندون حتی بتونه ویدیو بیاره بیرون، صدا بیاره بیرون. اینجا زندان رجای شهر کرج، بند 1 سالن 1، تاریخ 1 خرداد 1389. الان پیش آقای محسن بگوند هستیم. امروز حسن آخریان رئیس اندرزگاه محسن و چند زندانی دیگر رو به شدت کتک زد. این تشکل زایده کسایی هستش که به قولی زندون رفتن و به قولی تشکل جوونی هستش برآمده از وضعیت حال حاضر کشوره در مورد همه مسائل و همه چیزهایی که در حال حاضر جامعه مدنی ایران به خصوص مثلا در زندون‌ها داره با این سیستم دست و پنجه نرم می‌کنه. ما به روز هستیم و خب خود به حال خیلی از دوستانی که در زندون‌ها هستن، حتی زندون‌های عادی که به حال به این مسئله حقوق بشر، به امید اینکه به حال مسئله حقوق بشر به بهبود شرایط اونها هم حتی منجر بشه، خب همکاری میکنن. یک شبکه‌ای از نیروها هستش، به حال نیروهایی که با مسئله حقوق بشر رفتن زندون، نیروهایی که در اون داخل زندون به حال هستن، نیروهایی که در بیرون واسطه بین ما و بعضی خود زندونی هستن، و یک به حال یک تشکیلاتی وجود داره که همونطور که خدمتتون گفتم دو تا فاکتور درش کلیدیه. یکی اینکه ما تشکل جوونی هستیم، از نسل جدیدی میایم، نسل جدید به قولی هستیم که در زمینه جامعه مدنی در ایران داریم کار میکنیم، و دو اینکه ما خودمون همه هزینه داده ایم، از خود من و که زندونی به قولی بودم تا تمام خیلی از نیروهای ما که چه اونا که در زندون هستن چه اونا که بودن، و این مسئله که ما خودمون این هزینه داده هستیم و به قولی قربانی نقض و از به قولی از نزدیک لمس کردیم این مسئله رو، این مسئله به ما خیلی کمک میکنه که بتونیم به قولی نوآوری داشته باشیم و از هر ظرفیت استفاده بکنیم، ظرفیتی که شاید برای خیلی مقدور نباشه استفاده ازش. فیسبوک ما facebook.com خط مبرب voamadani و ایمیل ما jamemadani@voanews.com. شب و روز بخیر.